سلام بچه‌ها، فرض هستم دفعه شیوه کنم یه تو من خوش اومد. آقا امروز من یه مجموعه متفاوت نسبت به مجموعه دیگه که میایم مجموعه کلن کارهای موجود اگزاتیک رو انجام میدن به نام آل اگزاتیک پت. و این انکلوژری که پشت سر من میبینید اکثرا تارانتولا و مار و حالا موجود دیگه اینطوری هستن که کمتر تو خونه نگهده میشه، ولی خیلی راحت تر و خیلی شاید متفاوت تر و خفن تر از یه سری موجودات دیگه که تو خونه نگهده میشه هستن. امروز این مجموعه رو با هم دیگه بررسی میکنیم، میبینیم و معرفی میکنم بهتون. همراه من باشید. خب بچه ها، الان هم پیش دکتر شمس هستم، مؤسس مجموعه آل اگزاتیک پت و یه دونه بال پیتون خوشگل داد دست من. خوشم که کلیهره. یه دونه کلیهر نگه داشته. میخوام بپرسیم آقا این مجموعه اصلا هدف مجموعه چیه، چی کار میکنن؟ دکتر جان خیلی ممنون که قبول کردید ما بیایم اینجا. دکتر نمیذاره هر کسی بیاد اینجا، افتخار دارم. خواهش میکنم. یه توضیح دادم مجموعه دیم ممنون میشه. والا مجموعه یه جورایی با در واقع علاقه شخصی شروع به کار کرد. یعنی من اول درگیر در واقع این موجودات زیبا شدم، تارانتولاها. کم کم تعدادش زیاد شد و الان شد اینی که الان میبینیم. این مجموعه خیلی خفن و حرفه‌ای. و خب یه توضیحات نماد این انکلوژری که پشت سر ما باشه. بچا این انکلوژری جایی هستش که تارانتولا نگهداری میکنن. حالا چیزی که من دیدم تا الان تارانتولا که با حالا تو پیج من آدرس پیج دکتر میذارم، توضیحات میذارم که چه فرقی تارانتولا با حالا عنکبوت یا مثلا روتیل داره، چون اکثرا اینا رو به اسم روتیل میشن. میخوای یه توضیح کلی رو بگو چه فرق داره با روتیل؟ در کل یه چیز غلطی که حالا البته در ترجمه جا افتاده، الان شما تو گوگل شما میزنید تارانتولا، روتیل براتون ترجمه میکنه. چون تو فارسی از ابتدا به این موجودات میگفتن در واقع روتیل، منتها اینا با روتیل ها خیلی فرق دارن. اینها عنکبوت هستن و اینا همشون نیشهایی که دارن نیشاشون زهر داره، در صورتی که روتیل ها اصلا نیشاشون زهر نداره و بر خلاف اون چیزی که تو عامه هست میگن آقا روتیل میره بالا، از بالا از سقف میاد پایین و نیش میزنه، تمام اینا در واقع داستانه. روتیل ها در واقع گاز میگیرن و گازهاشون به خاطر اینکه در طبیعت خب موش شکار میکنن، حشرات شکار میکنن، گازهاشون در واقع سری باکتری ها داره، باعث عفونت میشه. درست. و به غلط میگن که روتیل ها در واقع نیش میزنن که اینطور نیست. تارانتولا ها که جز عنکبوت ها هستن اگر بخوان نیش بزنن میتونن سم هم تزریق کنن. بعد اینا یه سوالی شده بچه خیلی بپرسه، من خودم خب جدیدن یه دونه تارانتولا خودم گرفتم. بله. واقعا بچه لذت بخش نگهداری و خیلی موجودات راحت و بی آزاری هستن. آره. واقعا بی آزاری. البته گونه هاشون با هم دیگه فرق میکنه، هر تارانتولایی رو نمیشه به این شکل در واقع هندل کرد. و اصلا یه نکته کلی هم من بگم، تارانتولا حتی همین تارانتولایی که الان دست من هست در واقع از هندل شدن بیزارن، دوست ندارن هندل بشن، حالا تحمل میکنن. یه سری ها مثل کیبیهر، مثل فایلدگ، مثل چیلین روزهر، مثل خیلی گونه های دیگه تحمل میکنن، ولی خب بعضی از گونه ها به هیچ عنوان تحمل نمیکنن و ممکنه در واقع نیش بزنن. خب بچه این نکته خیلی جالبه. حالا من گفتم که بازم ماندشون نتارم شده، گفتم واقعا نگهدشون لذت بخشه و همونجوری گفتم حالا برای هنده شد اصلا برای شد مثلا یه عکسی یا مثلا یه حالا آره. به خود بچه ها یه رده برای چوسی اینجا مثلا، ولی چیزی که هستش روالی که من دیدم الان اینجا تارانتولا های خیلی خفن گفتیم 54 تا گونه اینجا هستش، بعد حالا بال پیتون و یه سری حالا موجودات دیگه. اینا همشون شرایط نگهداریشون با هم دیگه خب تفاوت داره، رطوبت های مختلف میخوان و حالا رفتار های مختلف و شخصی. چیزی که جالبه نظر من در تارانتولا این شخصیتش، مثلا این کرلی هره من حالا تو اینستاگرام گذاشتم رو صورتم، خیلی مثلا باحاله. اسمش هم کرلی هره به خاطر اون موهایی که حالا کم شبیه موی فرعون شبیه کله منه. و ولی مثلا یه دونه که اینجا دارید خیلی دوستش دارم، اورنج بابونه، من واقعا دوستش، ولی بچا اصلا واقعا عصبیه. آره بهش اینا رو سخته. به صورت کلی پیشنهاد میکنه که مثلا کسایی که یه سری فوبیا دارن، مثلا من مادر خودم به شدت بند پایان اینا میترسه، ولی توی نمایشگاه آبزیان الیاس که تارانتولاش رو بردون مامانم اومد هندل کرد، یه دونه فکر کنم هم برزیلیان بلک رو هندل کرد و خیلی خوشش اومد. یعنی اصلا فوبیاش کلا
به هم خورد. فوبیا در وسط فرمایشت اومدم، این فوبیا در واقع باعث شده که خیلی آسیب بزنیم به این موجودات، خیلی آسیب بزنیم مثلا به عنکبوت‌ها، به مارها، به عقرب‌ها. خب من نمیگم که بیایم همه مارها رو اینطوری هندل کنیم، اینا مارهایی هستن که میشه هندلشون کرد، این عنکبوت که الان رو دست من هست میشه هندل کرد. خب مسلما خیلی از گونه های مارها که مخصوصا تو ایران هست، عقرب هایی که تو ایران هست رو نمیشه هندل کرد، ولی خب دلیل هم نداره اگر اینا به محیط زیستمون اومدن، به خونه هامون اومدن، حتما بکشیمشون. درست. این فوبیاه اگر برطرف بشه شاید یه مقدار با این موجودات مهربون تر بشه. من یه بار دبیرستانی بودم، یه بار سمت برعون یه عالم عنکبوت جمع کردم، ولی خب شما بپرسم چون من اینو تجربه فهمیدم، یه 7-8 مدل عنکبوت جمع کردم داخل یه ظرف، بعد اینا بعد مثلا یکی دو ساعت همه‌شو شروع کردن وب زدن، تار زدن، و یهو نگاه کردم دیدم عنکبوت‌های مختلف تو تارهای همدیگه گیر می‌کنن. یعنی یه عنکبوت مثلا خاکی شکل بود، یه عنکبوت هم بود مشکی بود، پشتش یه قرمزی بود دقیقاً، بعد همه تو تار اون گیر می‌کردن و اون همه رو خورد. ولی خیلی جالبه، فکر نمی‌کردم مثلا یعنی دی ان ای تارشو با هم دیگه فرق داره. ببینید اینا هر کدوم جنس تارهایی که می‌زنن با هم دیگه فرق داره و برای خودشون در واقع سیفه. البته تارانتولاها مثل بقیه گونه های عنکبوت معمولا تار نمیزنن، یعنی خیلی هاشون که اینا تارانتولای زمینی هستن میان یه بستری برای خودشون فراهم میکنن، یعنی تار رو برای شکار نمیزنن. البته خب تو همین ها هم گونه های هستن که میان یه سری مثل تونل درست میکنن با تاراشون و منظور در واقع شکار کردن این کار رو میکنن، ولی تارانتولاها نه به این صورت نیستن. خب بچه ما چیکار میکنیم؟ الان میام اینجا رو یه کوچولو بهتون نشون میدم و دوباره برمیگردم روی میز و یه سری تارانتولا رو اینجا چند مدل رو معرفی کنیم، اونای عمومی رو که مثلا برای شروع شاید دوست داشته باشین تهیه کنیم و یا مثلا بدونی مثلا چطوری نگهداریش و اینا رو انجام. من خودم از اورنج فایلک شروع کردم، واقعا با اینکه خیلی کوچیکه الان ولی هنوزم لذت میبرم، مثلا من اون مدتاشم نگه داشتم به ترتیب و الان یه چند مدل رو اول اینور نشوت بدم، چند تا مدلم ولی آقا اینجا با هم بررسی میکنیم و ببینیم چه در خدمت هستم. خب بچه ها انکلوژر رو دیدیم و الان علی آقا سه تا گونه مختلف، یعنی چهار تا هست؟ نه اون سه مدلی که گفتیم. آره درست. آره. سه تا گونه مختلف خواهد بهمون توضیح ده. این اولی ها توضیح شما بدین که چی هستن؟ نگاه کنید به صورت کلی تارانتولاها به سه تا دسته برای نگهداری تقسیم میشه. دسته. یه دسته از تارانتولاها تارانتولاهای زمینی هستن، یعنی که رو سطح زندگی میکنن. حالا اینجا ما روی این میز تقریبا 4 گونه مختلف از تارانتولاهای زمینی رو گذاشتیم که من از همینجا توضیح میدم. این گونه جنیکولاتا یا وایتنیه، یه گونه‌ایه که از برزیل میاد. این گونه سومین گونه بزرگ دنیاست، یعنی که آره بعد از خانواده گالایاس و سلمون پینک این گونه سومین تارانتولای بزرگ میشه. تقریبا میشه گفت که فاصله پاهاش تقریبا بین 18 تا 20 سانت میشه. قطر رو میگیرن آره فاصله پا 20 سانت، خیلی دقیقاً انقدر بزرگ. آره این گونه دوم نگاه کنم، البته الان اینا رو در واقع باز میکنیم میاریم بیرون که همه ببینن. این گونه برزیلیان بلکه، یه گونه فوق العاده خوشگل با رنگای مشکی مخملی، اسمش مشخصه، از برزیل میاد. یه گونه خیلی آرومه. البته این گونه‌هایی که مثلا اینجا گذاشتم برای نگهداری آماتور خیلی مناسبن، چون گونه‌هایی هستند که اگریسیو نیستن. درست. اگریسیو یعنی پرخاشگر نیستن. پرشن. و میشه اینا رو نگه داشت. البته دیدین من اینا رو میتونستم همه رو هندل کنم، منتها ترجیح میدم که اینا هندل نشن. این گونه برزیلیان بلک یه گونه بسیار دیر رشده، یعنی تقریبا تو 7 بالغ میشه. این الان چند سالشه؟ خانمی که اینجا میبینید این بین 7-8 سالشه که به این در واقع جثه رسیده.
گونه بعدی گونه بسیار معروف فایلگ، خیلی خفنی از همش شو من دارم بهتر. و این اصلا گونه ایه که خیلی بیشتر هم نگهداری میشه تو دنیا، یعنی تقریبا خیلی ها تارانتولا رو با این گونه شناختن. علش به خاطر رنگش؟ به خاطر رنگش فکر میکنم. و این هابیه در واقع نگهداری تارانتولا از خانواده براکیپلما شروع شد که یکی از گونه هاش در واقع همین فایلگه. براکیپلما همون زمین؟ نه 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 نه، اسم خانوادهش براکیپلماست. حالا من اسمای علمی اینا رو دارم نمیگم، این فایلگه. آره چون اینجا همشون خیلی جالبه اسم علمی. من توضیحاتشو آره اونجا. آره. خب بعد این که اینم در واقع از خانواده براکیپلماست ولی ردنیه. پترن ها و رنگ هاشو نگاه بکنید فرق میکنه. این کلن پای نارنجی داره، اون نارنجی مشکی داره و در واقع یه ترکیبی از این دوتا رنگ داره. داشتم اینو نگاه میکردم بعد پشمانو هست، بعد این میکروفون هم پشمانه. یه لحظه این آره یه لحظه اینجا یه لحظه این کوب کردم یا اول پرید بیرونیم. بچه دسته دومی که اینجا میبینیم اینو که انکلوژرشون مثلا استایلش فرق داره و من علی آقا رو تو این ویدیو هم علی آقا صدا کردم، هم آقای شمس صدا کردم، هم دکتر صدا کردم، هم مهندس. هنوز هم نتیجه نهایی نرسیده، حالا فعلا با علی آقا با اجازهت میریم. علی آقا الان این چهار تا چرا این شکلی انکلوژرشون؟ ببین اینا گونه های درختی ان، گونه های درختی ترکیب میدن ترکیبشون اصلا محل زندگیشون بالای درخته، میرن روی شاخه ها به این صورت وب میزنن بالای یه شاخه و زندگی میکنن. برای همین باید انکلوژری که توشون نگهداری میشه نسبت ارتفاع به طول و عرضش بیشتر باشه و با شاخه و برگ هم بپوشونیم که اینا بیان بالا. اگه دقت بکنید الان این ورسیکالر بالاه، این جی بی بی بالاه، این متالیکا هم حالا ترسید اومده این گوشه و این هم رگالیسه که خودشو قایم کرد همین الان رفت این بغل خودشو قایم کرد. اینا هم نمیگم سخت‌تر نگهداریشون ولی اینا چون گونه های یه مقدار سریع‌تری هستن یه مقدار آدم باید حواسش باشه تو نگهداریشون. علت تو که این حرف رو میزنی اینه که اینا مثلا دستتونه مثلا یا مثلا باز کنی غذا بدی یهو میپره، واقعا گرفتنشون داستان داره. من چه این چیزی تو خونه ول بشه مامانم حتما با دمپایی بزن بشه مثلا کانال سعی میکنم این رو بزنم بیارم از این کار صورت پچه صورت میاد بیرون. من یه مارم دستم مثلا حواسم این دست من نمیم خیلی جاره تو علی آنگیر تلفن زن چیه؟ این جی بی بیه بونه فوق العاده خوشگه ببش باشه ببش داره میاد باشه حالا عذیتش نمی کنیم برو خونه جی بی بی. من واقعا قبلا میدم گفتم خب رنگ خاص نداره خیلی موضوع مثلا مشکی و قهوه‌ای ولی از نزدیک که میبینیشون دیتیلایی که داره مثلا میبینی سر زانوش یه رنگ خفنه یا مثلا زیر شکمشون یه رنگ، بعضیشون تو نورهای مختلف مثلا اون متالیکا اینجا بود متالیکا اون اولی اثر. آره این اصلا رنگاش عجیبه چون من دارم نگاه میکنم حالا به شما هم نشون میدم، آبی داره، خاکستری داره، زرد داره، بعد نمیدونم سفید یه چیز عجیب خیلی رنگای خفنی داره. پس اینا رو الان برای مبتدی ها شما اینا رو برای اولین توصیه میکنم. اینا مشکلی ندارن، فقط میگم سرعتشون زیاده. دیدین که من آوردم بیرون خیلی راحت اندل شد، مشکلی هم از لحاظ در واقع نیش زدن اینا نداره. فقط سرعتشون زیادتره، یعنی باید حواستون بیشتر باشه. خیلی راحت میتونن، بعضی از اینا هم جامپ میکنن میپرن و حالا البته اینا جزء این گونه ها نیستن ولی این گونه مثلا ورسیکالر میپره آشان میپره به پرش علاقه داره زرف بره صورت هم نمیخواد بیاد بیرون اومد. این هر آن الان امکان داره از دست من بپره رو صورت هم رو صورت شما. چقدر خوش رنگه، واقعا زیباست. از کجا میفهمی میخواد بپره؟ دو تا پاهاشو که میاره بیرون آماده یه پرش میشه دیگه. الان کلا نمیشه الان دیگه یه مقدار هیچی من که مادم اقعب تو میدونیشم چون مار رفتم میخواد خب نمیده جاد کنم رفتم میپره رو هوا ماره بخوره ماره بخوره چون گرونم هستم من که خودم اصلا مشکل نم. سم تارانتوله ها در واقع برای انسان خطرناک نیست. البته ممکنه شما رو زنبور عسل میش بزنه، آلرژی داشته باشین روش، ولی سم تارانتولا گزارش مرگ تا الان نداشته. برم
آره فعلا نداشتم. خب میریم برای گونه سوم. گونه های سوم گونه های فوسوریال یا زیرزمینی. یه رپرن رپر دنیای زیرزمینی. مشکل داری مشکل داری. خب بچه هم این هم دسته سوم هستن که گفتیم زیرزمینی. اینا نمیشه ازشون ویدیو گرفت، این دلیل که بغیر از این مارشالی که اومده بیرون. آره. خیلی شانسی بیرون. آره این بیرون، بقیهش اینا میرن زیر، یعنی کاملا زیر خاک قایم میشن و عملا فکر کنم این گونه ها کمتر واسه کسی که نگهدارن جذابه. یه مقدار حرفه‌ای تره مثلا کسایی که کلکسیون دارن معمولا میان روی اینا، چون ممکنه یک سال بگذره و تو اصلا اینو نبینی، فقط از اونجایی که تومه رو انداختی و خورده متوجه میشه که بله هست. یعنی تومه رو با خودشون میبره پایین؟ تومه رو میبره پایین با خودش. الان درش رو باز میکنیم میبینید اینا یه این الان فکر میکنم اینجا رو نگاه کن یه سوراخی هست که توش تار خورده و رفته پایین. تومه رو میبره زمین داره میبره. این کوبالت پولوه، به این صورت اومده در واقع دهانه لونه خودش رو درست کرده و خودش زیر زمین. جالب. و یه اگر دقت کرده باشین بعضی از اینا الان اون سمت یه علامتای در واقع خطری من زدم روش، برای اینکه دوستان میان اینجا معمولا در واقع با این کلوجرا رو باز میکنن گاهی، اینا سماشون به شدت قوی تر از دو تا گونه قبله. باز هم میگم سماشون در واقع برای بدن انسان نمیتونه آسیب مرگبار بزنه، ولی خب سمشون قویه. برای فرشته چطور؟ چندش نداشتیم، مورد گزش نداشتیم، میتونیم امتحان کنیم. خب بچه ها این هم که حالا گونه‌ای که حالا متوجه شدید. آره گونه‌ای که الان اینجا آوردم این کینگ بابونه. بابونا خیلی بیاس من چند تا اینا واقعا اصلا بسیار خیلی حیف خوشگلن، خیلی زیبان خیلی زیبان. الان من این رو نگاه، این تای زبرا یه گونه خیلی خاص و در واقع کمیاب، این مارشالیه و این چی بود؟ اینم کوبالت بلو. یه گونه بی اعصاب. کوبالت بلو از همتون بی اعصاب تره. بی اعصاب ترین تارانتولایی که داشت چی بوده نجاتش؟ بی اعصاب ترین و بامزه ترینشون در واقع به نظر من اوبیتیه. اوبیتی اورنج بابون. اورنج بابون خیلی زیباست، میارم بیرون الان اونم در واقع ببینید. خیلی زیباست، هدیزه بره، یعنی میاد کار میزنه کاملا و به محضی هم که نگاش میکنی پنگاشو میبره بالا، ترپوز میشون میده. ترپوز یعنی پوز خطر. خب دوستان خیلی ممنون که تو این ویدیو همراه ما بودیم. ممنون از جناب مهندس دکتر مهندس علی که امروز کمکمون کردن و این توضیحات خیلی خوب بموندن و اجازه دادن که اومدیم اینجا فیلم برداری کنیم. خواهش من. و من پیج اینستاگرامشون رو اینجا میذارم، حتما فالو داشته باشین، اطلاعات خیلی خوب میذارن. اگه کانال من سابسکرایب نکنید حتما سابسکرایب کنید، زنگوله و لایک و کامنت اینا که خودتون میدونید. فرض هستند فیش که ببرم.